شما برای امام حسین چقدر سفره انداختید تا حالا؟ ببخشید من یادم رفته بود بپرسم. برای قدیر خم چی؟ برای قدیر خم چی؟ فرمود یک دانه غذا عید قدیر به کسی بدی انگار 100,000 پیغمبر رو غذا دادی. ببخشید نه 100,000 نه، 10 تا 100,000 پیغمبر رو غذا دادی. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمان حالا تو ببین یه گروهی رو غذا بدی چقدر ثواب خواهی برد. چرا من باید برم مکه مکرمه؟ از اون راننده تاکسی میپرسم تعرف قدیر؟ میشناسی قدیر رو؟ میگه نه. میگم قدیر مکانی جاییه، روز عید قدیره. میگه نه من نمیشناسم. شما شیعیان معمولا یه مناسبت هایی رو رسم دارید، مراسم میگیرید. گفتم کدومو میشناسی؟ گفت عاشوراتون رو میشناسم، 28 صفر رو میشناسم، قدیر نمیشناسم. گفتم اصلا قدیر تا حالا به گوشت نخورده؟ گفت نه. تقصیر کیه اینا؟ چرا قدیر غذا ندادی؟ قدیر رو پاس نداشتن که عاشورا به پا شد. خانوم ها چرا به آقاتون نگفتی که قدیر ما میخوایم سفره بندازیم چند تا در همسایه رو غذا بدیم؟ چرا نگفتی؟ من از خانوم ها سوال میکنم واقعا چرا این کارو نکردن تا حالا؟ مگه خانوم ها اگر یه همچی تقاضایی داشته باشن مردم میگن نه؟ محاله به خدا بگن نه. شما نمیخواید تو خونه یه غذایی درست بکنید وقت بچه ها ببینن مامان برای کی داری غذا درست میکنی؟ مامان بزرگ برای کی داری غذا؟ برای علی ابن ابی طالب علیه السلام جشن قدیر غذا میدیم. امیرالمومنین فرمود غذا به هر کسی بدی ببر در خونه همسایه. این بچه چجوری میشه؟ اون غذا غذای محبت به هر کسی بدی. از 100 تا سخنرانی اثرش بیشتره با محبت علی ابن ابی طالب این غذا رو درست کردی. اون غذا غذای محبت به هر کسی بدی. همین الان تصمیم بگیرید قدیر خم انشالله زنده بمونید قضا بدید. هممون الحمدلله داریم در راه امیرالمومنین خرج کنیم، هممون هم دوست داریم. قفلت آدمو بیچاره میکنه به خدا قسم. اون قضا قضای محبت به هر کسی بدید. از صد تا سخنرانی اثرش بیشتره با محبت علی ابن ابی طالب قضا درست کردید. محبت علی ابن ابی طالب قضا درست کردید.